سلام دوستانم، حالتان چطور است؟ ما با داستان دفعه قبل ادامه می دهیم. این بار قلبی را که صلح و آشتی کرده را می کشیم. وقتی که بعد از یک دعوا بریم و عذرخواهی کنیم و روابطمون رو دوباره خوب کنیم، یعنی آشتی کردن و صلح کردن. خیلی دوست دارم بدانم داخل داستان بعد چی اتفاق می افتد. خب پس داستان را می شنویم. پسر کوچولو قلعه شینی زیبایی درست کرد. بعدش برادر بزرگترش که داشت کنارش بازی میکرد آمد کنارش و شروع کرد به صحبت کردن. وای تو اینو درست کردی، خیلی عالیه. اما به صورت تصادفی پاش روی قلعه گذاشت. پسر کوچولو شروع کرد به گریه کردن و بعدش برادر بزرگترش گفت اوه ببخشید، عذر میخوام، من یه جدید و زیباترش را برات درست میکنم. پسر کوچولو برادر بزرگترش را برای یک لحظه دوست نداشت، ولی دوتا برادر با هم آشتی کردن و صلح کردن و زمان خوشی را با هم گذراندن. بیایید برادر بزرگتر را بکشیم. من پاش را به صورت بالا اومده کشیدم. همینطور پسر کوچولو رو میکشم. یادتان باشد دفعه قبل چی کشیدیم و آن را بکشید. خب حالا رنگش میکنیم. شما هم میتوانید رنگ کنید، ولی مجبور نیستید اگر دوست ندارید.
فضا روشن‌تر شد. خوب شد. خب، پسر کوچولو وقت برادرش تصادفی پاش رو روی قله گذاشت ناراحت شد، ولی آنها با هم آشتی و صلح کردند و دوباره با هم خوب شدند. شما هم خاطره از آشتی کردن با دوستانتان دارید؟ با آن خاطرها فکر کنید و آن را نقاشی کنید، باعث میشه احساس بهتری در قلب داشته باشید. خب، به امید دیدار، خداحافظ.